ماه مهر به پایان رسید. شمار اعدام‌ها در این ماه به نسبت سه ماه گذشته بیشتر شد و به بیش از 150 اعدام در یک ماه رسید. همراه هستیم با آقای بهمن عظیمی تا به موضوع گسترش اعدام‌ها در رژیم آخوندی بپردازیم. آقای عظیمی سلام می‌کنم خدمت شما، خوشحالم که شما رو در استودیو داریم. با سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و تشکر از شما. بفرمایید من در خدمت هستم. آقای عظیمی، علت اینکه ماه به ماه قضایای خامنه‌ای شمار اعدام‌ها رو بیشتر کرده چیه؟ شما خوب می‌دونید که در یک ماه گذشته بیش از 150 نفر، معادل بیش از 5 نفر در روز اعدام کرده، در حالی که ماه قبلش 4 نفر در روز بود. علت چیه؟ واقعیت اینه که ما باید بگیم با یک جنون اعدام مواجهیم که مجموعی از دلایل داره. در همین رابطه در رابطه با اعدام‌های گسترده ماه مهر شورای ملی مقاومت ایران اطلاعیه صادر کرد و من ابتدا اشاره‌ای به اون می‌کنم و بعد توضیحات رو میدم. در این اطلاعیه اومده که جنون اعدام و جنایت خامنه‌ای و رژیمش رو در سراشیب سقوط و در وحشت از قیام و سرنگونی فرا گرفته. این خودش به خوبی گویاست، چون واقعیت اینه که باید ببینیم خامنه‌ای چه نیازی به این اعدام‌ها داره. چون جامعه با جامعه مواجه هستیم که در واقع با یک شرایط انفجاری قرار گرفته. از یک طرف گرونی سرسام‌آور زندگی مردم رو تباه کرده، از نان و لبنیات و ارزاق و خلاصه هر پدیده‌ای که واردش میشه، همونطور که اشاره کردین در واقع الان تا به حال اگر خط در واقع یک درآمدهایی که تا به حال یک چهارم خط فقر بود الان به یک پنجم داره میرسه، این واقعا فاجعه باره. واقعیت اینه که خامنه‌ای نشون داده که نه میخواد و نه میتونه مسائل جامعه ما رو حل بکنه. این اثبات شده هستش. در واقع از یک طرف در شرایط داخل جامعه رو به حالت انفجاری در آورده با این شرایطی که ایجاد کرده. از یک طرف مردم دارن میبینن که هزینه های میلیاردی صرف یک جنگ در واقع منطقه‌ای داره میکنه. و خب طبعا این سوال میشه برای مردم که ما چه نقشی داریم در این جنگ؟ و به چه دلیل هزینه ها و درآمد های مردم ایران صرف یک جنگ منطقه‌ای میشه؟ تو همین رابطه پاسدار علی لاریجانی میگه که این جنگ امنیت ملی ماست و در واقع حرف اصلی رژیم رو میزنه که رژیم بدون استمرار این جنگ نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. همین باعث میشه که در واقع شرایط جامعه یک حالت انفجاری پیدا کنه. بنابراین این نتیجه رو باید گرفتش که تمام این شرایط جامعه سوخت قیام میشه و رژیم از قیام وحشت داره و به همین دلیل اعدام ها رو افزایش میده. اینکه سوال اول گذاشتیم گفتیم که نیاز خامنه‌ای برای اعدام چی هست، میخواد جلوی قیام رو بگیره ولی طبعا با این شرایط مطلقا نمیتونه. حالا شما گفتین که به اصطلاح این اعدام ها رو ادامه میده که بتونه جلوی قیام رو بگیره. شاید کسی بگه که خامنه‌ای تونسته با این اعدام ها جامعه رو قفل کنه، اینو چی میگین؟ واقعیت اینه که قفل نشدن جامعه از نیروی پیشتاز جامعه و از نوک ستونش مشخص میشه، از کانون های شورشی که همکنون روزانه عملیات های ضد اختناقشون رو انجام میدن و دستگاه دیکتاتوری آخوندی مطلقا نتونستش که این عنصر رو کنار بزنه. این یک طرف عنصر پیشتاز و نوک ستون، از طرف دیگه ما با اعتصاب قضای زندانیا مواجه هستیم که روزهای سه‌شنبه هر هفته و امروز هم که سه‌شنبه بود 39مین هفته رو در واقع در 23 زندان اعتصاب قضا انجام دادن، اجرا کردن و خود این نشون میده که در کانون اختناق رژیم، در جایی که رژیم حاکمیت مطلق داره، توان جلوگیری از این کار رو نداره و اینا همه نشون دهنده ضعف این رژیم هستش و به همین دلیل باید گفتش که شرایط از هر طرف بر خامنه‌ای و رژیمش تنگ میشه و شرایط به سمتی میره که در واقع قیامی فعالتر و گسترده‌تر و بزرگتر از 401 به پا بشه. بله، خیلی تشکر میکنم آقای عظیمی از توضیحاتتون. با تشکر از شما، خیلی ممنون. خواهش میکنم.